تو اگر می دانستی، تو اگر می دانستی که چه زخمی دارد خنجر از دست عزیزان خوردن، از من خسته نمی پرسیدی. آه ای مرد، چرا تنهایی؟ ایرج جنتی عطایی در 19 دی ماه 1325 چشم به جهان گشود. او در خانواده‌ای به دنیا آمد که با شعر و هنر آشنا و آمیخته بودند. عمویش دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی یکی از اولین معرفین نیما بود و پدرش با چند نوع آلات موسیقی چون فلوت، تار و گارمون آشنایی داشت. جنتی عطایی در سنین 17 تا 18 سالگی با چند ترانه با آهنگ‌های میلاد کیایی و بعد سلیمان اکبری کارش را شروع کرد و بعد با ترانه آنگل سرخی که دادی که با آهنگ پرویز مقصدی و صدای ویگن اجرا گردید وارد دنیای حرفه‌ای ترانه سرایی شد. او در دانشکده هنرهای دراماتیک تهران و همچنین در کالج چلسی دانشگاه لندن در رشته تئاتر و جامعه شناسی هنر به تحصیل پرداخت و در بنیانگذاری گروه تئاتر مزدک نقشی مؤثر ایفا نمود. در سال 1351 جایزه ادبی فروغ فرخزاد را به خاطر ارزش‌های هنری و اجتماعی ترانه‌های او و به خاطر کوشش بی‌دریغ او در راه فزونی و توسعه فرهنگ از طریق موسیقی به او اهدا گردید. جنتی عطایی به عنوان اعتراض به شیوه حاکم بر گزینش نامزدهای دریافت جایزه از گرفتن این اهدایه صرف نظر کرد و آن را پس داد. او میگوید آنجا که حرف از قیاس رسالت در زمینه‌های شعر و ترانه پدید می‌آید، به یقین ترانه سرا رسالت و مسئولیتی به مراتب سنگین‌تر، خطرناک‌تر و ظریف‌تر از شاعر بر دوش دارد. زیرا ترانه که با عوامل دیگری نظیر صدا و موسیقی همراه است، اجباراً اینجا و آنجا شنیده می شود. و شنونده اگر به دور از آگاهی ابتدایی و به اصطلاح اهل مطالعه و خواندن نباشد، استعداد و آمادگی هر گونه تأثیرپذیری را داراست. بنابراین ترانه‌ای که دور از هر گونه اصالت است و سراپا مبتذل، به طور قطع در این شنونده تأثیر منفی خواهد گذاشت. از کارهای او در زمینه ترانه سرایی میتوان گل سرخ، جنگل، بنبست، ستاره های سربی و خاک خسته را نام برد که تاریخ معاصر ترانه و آواز ایران را سرشار از عشق، خروش و فریاد کردند. از کارهای او در زمینه نمایشنامه نویسی میتوان و آنگاه آه ای فرشته، سوگنامه برای تو، زخمهای ما، آواز در زنجیر، رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر و پروانه‌ای در مشت را نام برد که در برخی از این کارها خود نیز به عنوان کارگردان نقشی فعال نشان داده است. کارهای او در تئاترهای آمریکا، استرالیا، نیوزلند، کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی اجرا و به نمایش درآمدند. جا دارد به اطلاع بینندگان عزیز برسانیم که در آدینه 29 سپتامبر 2006 در ساعت 19 در خانه ادبیات بلن نشستی با ایرج جنتی عطایی به عنوان شبی با ترانه سرای آزادی و ترانه هایش برگزار می گردد. کوچه که به هم پیوسته، کوچه قدیمی ما، کوچه بن‌بسته، دیوار کاگلی یه باغ خشک که پر از شعرهای یادگاریه، بین ما مونده و اون رود بزرگ که همیشه مثل بودن جاریه. صدای رود بزرگ همیشه تو گوش ماست،
بهترین صدا، لالایی خواب خوب بچه هاست. کوچه اما هرچی هست کوچه خاطره هاست. اگه تشنه است، اگه خشک، مال ماست، کوچه ماست. توی این کوچه به دنیا اومدیم، توی این کوچه داریم پا میگیریم. یه روزم مثل پدر بزرگ باید تو همین کوچه بن‌بست بمیریم، اما ما عاشق رودیم، مگه نه؟ نمیتونیم پشت دیوار بمونیم. ما یه عمر تشنه بودیم، مگه نه؟ نباید آیه حسرت بخونی، نباید آیه حسرت بخونیم. دست خستم و بگیر تا دیوار گلی رو خراب کنیم. یه روزی، هر روزی باشه، دیر و زود میرسیم با هم به اون رود بزرگ. تنای تشنمونو میزنیم به پاکی زلال رود. دست خستم و بگیر تا دیوار گلی رو خراب کنی. یه روزی، هر روزی باشه، دیر و زود میرسیم با هم به اون رود بزرگ. و اما در این قسمت از